مورا نخستین محل آموزشی است که از طرف زنان برای زنان است و تحت شعار بلی ما می توانیم فعالیت دارد. این نهاد آموزشی فعالیت‌های آموزشی، تحصیلی و اجتماعیش را برای صدها دختر در زمان‌های مختلف با گونه عادی به پیش می‌برد. مسئولین امارت هم آمدند و ارزیابی کردند ما را و دیدند که کدام چیز خلاف ما مطابق امیل لایه‌ها و پالیسی‌های خود امارت هم هستیم. از قبل دیگه باز اجازه زیر دادند که ما پوهنتون باز کنیم. پوهنتون مورا ظاهراً مکان است که خانواده‌های زیاد به دخترانشان اجازه دادند که به این نهاد بیایند. محصلین این نهاد از امارت اسلامی می‌خواهند که به دیگر دختران نیز اجازه رفتن به مکاتب و پوهنتون‌ها را بدهند. با آمدن امارت اسلامی چون تعداد شاگردا کم شده به خاطر انگیزه های منفی که داشتن، ولی در درس ما در شیوه درس ما کلام تغییرات نامده. هزاران دختر مثل ما در این کشور میخواه که ادامه تحصیل بدهد و خواست ما از دولت جدید ما از وزارت تحصیلات عالی ای است که امی فیس نهادهای خصوصی را کم کنه. مجتمع خصوصی مورا با داشتن امکانات معیاری در بخشای پوهنتون، انستیتوت، علوم صحی، لیسه و کودکستان خدمات منظم و معیاری را در این شرایط عرضه می کند. متعلمینی که از صنف هفت اجازه به مکتب ندارن، به اونا واقعا جای نگرانی هستند، چون اونا هم آرزوهایی دارن، اونا هم امیدهایی دارن با ایندیشان. ما وقتی که میاییم در این شرایط سخت میاییم به تحصیل خود ادامه میتیم، فضایی که ما در او درس میخوانیم تحصیل خود ادامه میتیم یک فضای کاملا امن است. این در حال است که بیشتر از دو ماه می شود که امارت اسلامی روی طرز العمل برای اجازه دادن به دختران برای رفتن به مکاتب و پوهنتون ها کار می کند. اما تا هنوز این طرح عملی نشده است. در حالی که در 29 ولایت کشور دختران هنوز به مکتب نمی روند، مورا نماد از پیشرفت زنان برای افغانستان است. امارت اسلامی معتقد به تحصیل زنان در چارچوب شریعت اسلامی است، تعهدی که تا هنوز به آن عملی نشده است. فرهناز فریبرز، آریانا نیوز.